اینجوری بود که فقط یه سوله بود خالی از اینکه ماشینالاتی توش باشه، فقط بابت اون پروانه بهره برداری که داشتن سهمیه، اونم با سهمیه ظرفیت‌های خیلی زیاد و بزرگ دریافت می‌کردن. از آقای طولابی اسم نهادهای امنیتی را می‌شنوم. گویا این کارشناسان امنیتی بودند که کارخانه‌های سوری را کشف کردند. باید هر طور شده پیدایشان کنند. کارشناس پرونده با من در خیابان قرار می‌گذارد. گزارش مردمی که اومده بود که آقا یه سری افراد اسم تولید کننده دارن کارهای خلاف قانون انجام میدن که ما چندین بار مصاحبه انجام دادیم با اون افرادی که مطلع بودن، اما طوری هم که نباشه که مثلا متخلفون آگاه بشن به بررسی ما. به کارخانه ای میراییم که حسن یاوری توانسته بود به نام آن هزاران تن مواد اولیه بخرد. ارتباط شما با آقای یاوری، مجموعه آقای یاوری چجوری پیش اومد؟ والا من اول از هر کار یه وام برام در اومده بود تو بانک صنعت اومدم. بله. قرار بود وامو من بگیرم، خلاصه باید با حسابم کار میشد، با حساب خود شرکت. بعد پروانه و چیزا با ما دادیم به کسی که اصلا اولش آشنا کسی دیگه بود، آقای یاوری. بعد دادیم بهش و ایشون با حساب ما کار کرد و دیگه این پروسه به وجود اومد و که رو حساب ما بعدها بعد از یه سال و نیم دو سال که ما فهمیدیم که دارن رو حساب ما چیز خرید مواد پتروشیمی میکنن. و شما خبر داشتید که چه مقدار خریداری شده؟ اصلا ما... که از اصلش که خبر نداشتیم. الانم حتی خبر ندارم. متضرر اصلی ایشونن، سود و کسای دیگه استفاده از ایشون شده. بله. ولی پول رفته به جیب کسی دیگه. بله.